سرخط خبرها. بهبودی بیش از 1 میلیون نفر در جهان پس از ابتلا به ویروس کرونا. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید از همکاری بین المللی برای مبارزه با کووید 19 ناامید شده. افزایش قیمت مواد اولیه غذایی پس از همه‌گیری کرونا در افغانستان. یک سازمان خیریه میگوید بیش از 7 میلیون کودک افغان در خطر گرسنگی قرار دارند. روز معلم در سایه کرونا، مشکلات تدریس از راه دور برای آموزگاران و دانش آموزان. و درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز از نهادهای بین المللی امنیت روزنامه‌نگاران پناهجوی ایرانی در ترکیه را تأمین کنید. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. وزارت بهداشت ایران شمار قربانیان ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته را 63 نفر اعلام کرده و آمار جدید مبتلایان را 1006 نفر. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران به 6091 نفر رسیده و بیش از 76 هزار نفر هم بهبود یافتند. در جهان هم بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز بیش از 1 میلیون نفر پس از ابتلا به کرونا بهبود یافتند. شمار مبتلایان هم از 3,300,000 نفر فراتر رفته. سیاوش اردلان در گزارشش از جنگ لفظی میگوید که بین آمریکا و چین بر سر منشأ ویروس کرونا به راه افتاده. حفظ فاصله در کشوری کوچک، پر جمعیت و متراکم کار آسانی نیست، اما چاره ای هم نیست. اینجا یکی از معدود رستوران ها در پایتخت بنگلادش است که افطار سرو می کند. همه جا توی بنگلادش تعطیله، فقط اینجا بازه. اومدیم افطارمون رو بگیریم و ببریم. از اجتماعات بزرگ مذهبی و نماز جماعت خبری نیست، ولی در ایران گفته شده دولت زیر فشار بعضی نهادهای مذهبی است تا هر چه زودتر اماکن مذهبی را بازگشایی کند. دولت گفته روز یکشنبه در این باره تصمیم گیری می کند و گفته تصمیم نهایی با مسئولان بهداشتی کشور خواهد بود. در آمریکا اما دولت ظاهرا خود عامل فشار است. فشار به سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی که به هر ترتیبی شده مدارک و شواهدی پیدا کنند که ویروس کرونا را چین در یک آزمایشگاه ساخته و پرداخته است. اما فعلا مشکل پیدا کردن شواهد و مدارکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته در اختیار دارد ولی رو نمی کند. آیا شما چیزی دیدید که به شما این اطمینان رو بده که ویروس کرونا از ووهان چین اومده؟ بله، ولی نمیتونم چیزی به شما بگم. روزنامه نیویورک تایمز دیروز نوشت که دولت آمریکا با فشار بر سازمان‌های اطلاعاتیش قصد دارد از چین امتیاز سیاسی و همچنین غرامت مالی بگیرد. 10 میلیون دلار برای هر آمریکایی که قربانی کرونا شده. اما امروز یک سازمان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا گفت چنین شواهد و مدارکی ندارد. چینی‌ها هم بیکار ننشستند. امروز دولت چین با یک ضد حمله تبلیغاتی در روزنامه اصلی آن کشور، دولت آمریکا را متهم کرد که از شیوع ویروس کرونا پیشاپیش خبر داشته و کاری نکرده. جنگ تبلیغاتی چین و آمریکا نمونه‌ای از فقدان یک همت مشترک برای مبارزه با یک دشمن مشترک است. نکته‌ای که دبیر کل سازمان ملل در مصاحبه با بی بی سی به تلخی از آن یاد کرد. مسلماً من شوکه شدم که می‌بینم این همه انسان‌ها به خاطر ابتلا به کرونا می‌میرند و اینکه این ویروس چنین تأثیر مخربی بر اقتصاد جهان گذاشته، مخصوصاً تأثیر مخربش بر اقشار آسیب‌پذیر. اما تعجب نکردم، چون واقعیت اینه که دنیا دست به دست هم نداد تا با هماهنگی به مقابله با کرونا بره و این باعث شد ویروس شیوع پیدا کنه. گلایه دبیر کل سازمان ملل تنها از فقدان همکاری‌های جهانی نیست. از این هم هست که نبودن این همکاری‌ها باعث شده قربانیان اصلی ویروس کرونا آسیب‌پذیرترین اقشار در دنیا باشد. امروز یک بررسی آماری در لندن نشان داد که شیوع ویروس کرونا بین اقشار فقیر این کشور 2 برابر اقشار مرفه بوده. موقعی که شروع میشه من میزنم. در حالی که در خیلی دیگر از نقاط دنیا اقشار برخوردارتر و خوششانستر میتوانن مسئله را با یک بوسه از راه دور حل و فصل کنند. سیاوش اردلان، بی بی سی.
نهاد حمایت از کودکان میگوید بیش از 7 میلیون کودک در افغانستان به دلیل شیوع کرونا در ماه آینده با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. این نهاد گفته کودکانی که تغذیه روزانهشان را از دست میدهند در برابر ابتلا به ویروس کرونا بیشتر آسیب پذیرند. به گفته این نهاد حکومت افغانستان باید با وجود مقررات قرنطینه توزیع سریع غذا را تسهیل کند. وزارت صحت افغانستان گفته تا کنون 2335 نفر در این کشور به کووید 19 مبتلا شد. شدند و 68 نفر هم جان باختند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. گسترش ویروس کرونا و قرنطینه پدران بسیاری از کودکان را خانه نشین کرده و کودکان کار را هم بیکار. قیمت مواد خوراکی هم بیشتر شده. اینها یعنی غذای کمتر برای میلیون‌ها افغان به ویژه کودکان. به گفته نهاد حمایت از کودکان، بررسی ها نشان می دهد که در حدود 2 میلیون کودک زیر 5 سال از گرسنگی شدید کشنده رنج می برند. تأثیر دوران قرنطینه که ادامه دارد هم دو برابر شده. در گزارش این نهاد، به نقل از مصطفی کودک 13 ساله‌ای در ولایت سرپل آمده که هیچ غذایی در خانه ندارند، 3 وعده غذایی در روز به 2 وعده گاه 1 وعده کم شده. چای و نان خشک می خورند. مصطفی گفته زنده ماندن بسیار سخت شده. دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان از جامعه بین‌المللی می خواهد هرچی آجتر برای رسیدگی به این وضعیت و رساندن مواد غذایی به مناطق دوردست و خانواده های فقیر اقدام نمایند تا کودکانی که با خطرات جدی سوء تغذیه مواجه هستند و بیماری‌های دیگر زندگیشان را تهدید می‌کنند نجات پیدا بکنند. حمایت از کودکان می‌گوید برای بسیاری از افغان‌ها بزرگترین تأثیر اپیدمی ویروس کرونا نخواهد بود. گرسنگی ناشی از محدودیت‌های قرنطینه است. افغان‌ها با یک خطر واقعی روبرو هستند که ممکن است کودکان بر اثر قحطی جانشان را از دست بدهند. کمک دولت چندان نبوده. برای هر خانواده فقط تعدادی نان خشک. سازمان حمایت از کودکان میگه که کودکان افغان به اندازه کافی رنج کشیدند. بیشترشان چیز جز جنگ را نمیشناسند. نباید اجازه داده شود که کرونا آینده را از آنها بیشتر بگیرد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. کشورهای خاورمیانه هم همچنان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. از جمله روز پنجشنبه یمن نخستین مورد مرگ بر اثر ابتلا به کووید 19 را تایید کرد. قربانیان 2 برادرند که در بندر عدن در جنوب این کشور جان باختند. بندری که از 5 روز پیش در کنترل جدایی خواهان جنوب است. سازمان ملل درباره بالا گرفتن تنش سیاسی در یمن در زمان شیوع ویروس کرونا هشدار داده و سازمان‌های امدادرسان هم ابراز نگرانی کردند که شیوع کرونا میتواند فاجعه بشری تازه‌ای در یمن فقیر و جنگ زده بیافریند. مرداد فرهمند گزارش می‌دهد. نیروهای جدایی‌خواه جنوب یمن در حال اجرای مقررات قرنطینه در عدن. اینها همین 5 روز پیش که کودتا کردند، توجیهشان این بود که بهتر از اتحاد خواهان میتوانند جلوی گسترش ویروس کرونا را بگیرند. حالا که کرونا نخستین قربانیانش را در همین عدن گرفته، بازار شهر را هم بستند. پشت این درهای بسته، دلهای وحشت زده است. وقتی آمار سازمان ملل میگوید 20 میلیون نفر در یمن به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند، اگر ویروس به جان مردم جنگ زده بیفتد، چه خواهد کرد؟ تجهیزات و شمار تخت‌های بیمارستان‌ها برای شرایط عادی هم ناکافی است. چه رسد به شرایط فوق‌العاده و هجوم بیماران؟ در بخش دیگر یمن، در صنعا که در دست حوثی هاست، هنوز ابتلا به کرونا گزارش نشده. اما گندزدایی و پاکسازی اماکن عمومی و آزمایش از موارد مشکوک، انجام می شود. جنگزدگان دیگر خاورمیانه، سوری ها، نگرانیشان نه از خودشان که از ترکیه است. در ادلب که وابستگان به ترکیه اداره اش می کنند، هر که را از ترکیه می آید 2 هفته قرنطینه اش می کنند. تنها ارتباط این بخش از سوریه با جهان خارج
از راه ترکیه است و ترکیه هم اکنون آلوده ترین کشور آسیا به ویروس کرونا اعلام شده. با بیش از 120 هزار بیمار شناسایی شده، رتبه هفتم در جهان. روند گسترش ویروس هم بسیار تند است. ترکیه هم شیوه کره جنوبی را در ردیابی ویروس در پیش گرفته. افرادی که با مبتلایان به کرونا تماس داشتند شناسایی می شوند. مأمور در خانه ایشان می فرستند. به آنها می گویند دو هفته از خانه بیرون نیایند. حتی اگر نشانه ای از بیماری نداشته باشند. هر روز هم با آنها تماس می گیرند تا احتمال بروز علائم را جویا شوند. قرنطینه در ترکیه همچنان در جریان است و مهمانی و جشن تولد ممنوع. البته لاک‌پشت‌ها می توانند جشن تولد بگیرند، به شرطی که مهمانشان آدم نباشد. مثل توکی، لاک‌پشت باغ وحش فاروقیالچین در استان خواجه علی ترکیه که 100 سالگیش را دیروز جشن گرفت. مهمانش یک لاک‌پشت دیگر و لاماهای همسایه بودند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. سازمان گزارشگران بدون مرز از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دولت ترکیه خواست امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی پناهجو در این کشور را تضمین کنند. این سازمان خواستار انتقال این پناهجویان به کشورهای امن شده و گفته آنها و خانواده‌هایشان از سوی نهادهای امنیتی ایران تهدید شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز، شیوع ویروس کرونا و تأخیر در رسیدگی به پرونده این افراد شرایط را برای آنها دشوارتر کرده. در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات که توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شده، ایران در بین 180 کشور در رده 173 و ترکیه در رده 154 قرار دارد. مینا مصطفوی، روزنامه‌نگار از شهر اسکیشهیر ترکیه با ما هستند. خانم مصطفوی، در این گزارش اظهار نگرانی شده از امنیت این روزنامه‌نگاران در ترکیه. چه خطراتی با چه خطراتی مواجه هستند؟ خودش از لحاظ آزادی مطبوعات شرایط امیدوار کننده ای نداره و در حالی که الان ده ها روزنامه نگار ترک در زندان های ترکیه محبوس هستند، در حتی در شرایط کرونا به اونها اجازه استفاده از مرخصی داده نشده و اونها همچنان در زندان ها به سر میبرن و خب به نظر میرسه که دولت ترکیه ناتوان هستش از اینکه بتونه پاسدار جان و امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی در ترکیه باشه. همیشه از ترکیه به عنوان حیات خلوت ایران یاد شده و خب میدونیم که خیلی از ماموران امنیتی ایران به راحتی میتونن با پوشش‌های مختلف از قبیل آدم‌های عادی، سرمایه‌گذار، حتی پناهجو در بین پناهجویان ایرانی نفوذ بکنن و بتونن اطلاعات مربوط به پناهجویان ایرانی رو به دست بیارن و خب این باعث میشه که روزنامه‌نگاران بیش از پیش مورد تهدید قرار بگیرن و خب میدونین که بعد از در واقع کودتای سال 2016 ما با اخراج چند تا از روزنامه‌نگاران مواجه بودیم در ترکیه. در سالهای اخیر با ترور برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی در ترکیه مواجه بودیم و حتی خیلی راحت ماموران امنیتی ایران میتونن به ترکیه بیان و حتی در مواردی هم شاهد رو بودن برخی از روزنامه‌نگاران و تحویل اونها به دولت ایران بودیم. بعد از اینکه سال 2018 سپتامبر 2018 در واقع سازمان ملل اعلام کردش که دفتر کمیساریای عالی این سازمان توی ترکیه فعالیت نخواهد کرد و تمام فعالیت‌های خودش رو به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرد، علارغم اینکه خب خیلی پناهجو وجود داره توی ترکیه حالا با مشکلات مختلف، ولی خب روزنامه‌نگاران ایرانی در ترکیه بیشتر از پیش این تهدید مواجه شد. اطلاعات بیشتری داریم در مورد حضور روزنامه‌نگاران ایرانی در ترکیه، تعدادشون، اینکه کدوم شهرها هستند و این کیس هایی که اینها دارند، پرونده های اونها چطور داره بررسی میشه؟ ببینین، سازمان گزارشگران بدون مرز توی گزارشش گفته که 12 تا روزنامه نگار در ترکیه هستن که جونشون در خطر هست. خب مشخصا این عدد خیلی بیشتر از چیزی هستش که عنوان شده. روزنامه نگاران و عکاسان خبری حتی هستن توی ترکیه که در حال حاضر علاوه بر این که مشکلات معیشتی دارن و خیلی به سختی میتونن کار پیدا بکنن در ترکیه، چون همونطور که میدونین کار کردن در ترکیه سیاه هست و اجازه کار وجود نداره. خب اینا اگر خیلی شانس داشته باشن بتونن
میتونن که با رسانه های خارج از ترکیه به صورت فریلنس کار بکنن و اگر شانس هم نداشته باشن مجبورن که تن به کارهای سیاه بدن. علاوه بر مسائل معیشتی که گریبانگیر این قشر هستش، این روزنامه نگاران که تعدادشون بیشتر از 12 نفر هست در ترکیه، خب در سایه ای از وحشت و تهدید زندگی میکنن. خیلی به صورت سازمان یافته مشاهده میشه که در شبکه اجتماعی علل خصوص در توییتر اینها مورد حمله سایبری ها قرار میگیرن، تهدید میشن، تهدید به مرگ میشن، تهدید به این میشن که جاشون رو پیدا میکنن. و خب دولت ترکیه هم متاسفانه همونطور که گفته شد در پاسداری از جان و امنیت پناهجویان روزنامه نگار بسیار ناتوان هست و خب سازمان ملل هم در این رابطه هیچ حرکت مفیدی انجام نداده تا به حال. مینا مصطفی، روزنامه نگار از اسکیشهیر ترکیه، متشکرم از شما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. بر اساس آخرین آمار بیش از 1 میلیون نفر در دنیا پس از ابتلا به کرونا بهبود یافتند. تعداد مبتلایان هم از 3,320,000 نفر فراتر رفته. به گفته نهاد حمایت از کودکان، بیش از 7 میلیون کودک در افغانستان به دلیل شیوع کرونا در ماه آینده با خطر گرسنگی روبرو هستند. در ادامه این برنامه، وقتی عمیق‌ترین نقاط اقیانوس ها هم از پلاستیک های ساخت بشر در امان نیستند. امروز در ایران روز معلم است. معلمان همواره از مشکلات گوناگون و بیش از همه حقوق ناکافی گلایه کردند. اما دولت میگوید خوب عمل کرده. همین چند هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از 4 برابر شدن حقوق معلمان از سال 1392 تا کنون سخن گفت. تکرار آماری که رئیس جمهوری هم پیشتر اعلام کرده بود. اما آیا حقوق معلمان از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی واقعا 4 برابر شده؟ فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. صحنه‌های آشنا در سال‌های اخیر. نه قرار بود این معلم‌ها به خیابان‌ها بیایند، نه این کلاس‌ها خالی باشند. اما این اتفاق در سال‌های اخیر بارها تکرار شده. اوج اعتراض‌ها 2 سال پیش بود. تحسن معلم‌ها ابتدا از چند شهر شروع شد، اما به مرور گسترده‌تر شد. تحسن سراسری شد. شمارشان از دست خیلی‌ها در رفت. بالاترین مقام کشور زمانی درباره سیاسی کردن اعتراض‌های معلمان هشدار داده بود. معلمین ما غافل نیستند از توطئه دشمن. اینایی که به عنوان معیشت یک شعاری میدن، چند تا شعار فتنه‌گرانه و سیاسی و خطی هم در پهلوش میگنجانن، اینو همه کس میفهمن که این انگیزش انگیزه سالمی نیست. این از روی دلسوزی نیست، این برای مشکل درست کردن برای نظام است، برای دردسر درست کردن برای نظام است. آیت الله خامنه ای زمانی هم به کمی حقوق معلمان اذعان کرده بود. درآمد یک معلم رو شما مقایسه کنید با درآمد فلان سرمایه دار، فلان پولدار، فلان بچه تاجر. خب این رو معلم میبینه، میدانه. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 2 هفته پیش گفت حقوق معلمان نسبت به سال 92 4 برابر شده. حرفهایی که مشابهش را رئیس جمهوری در مراسم آغاز سال تحصیلی زده بود. حسن روحانی رو به کودکان از مسائل دنیای بزرگترها گفت. معلمین شما به طور متوسط از حقوق پایین پایین و حقوق بالای بالا کنار بگذاریم، یک حقوق متوسط اگر در نظر بگیریم، در سال 92 حقوق معلمین شما 1,300,000 تومان بوده به طور متوسط و امروز حقوق معلمین شما 4,100,000 تومان به طور متوسط هست. یعنی در طول این 6 سال تقریبا حقوق معلمین 4 برابر افزایش پیدا کرده. اما حساب و کتاب آقای روحانی چقدر درست است؟ نخست اینکه افزایشی که آقای روحانی به آن اشاره کرده حدود 3 برابر است، نه 4 برابر. و دیگر اینکه حتی اگر سخنان رئیس جمهوری ایران درباره 4 برابر شدن حقوق معلمان در این مدت درست باشد، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد
در عرض این 6 سال قیمت‌ها در ایران تقریباً 3 برابر شده. حقوق 4,100,000 تومانی سال 98 معادل 1,430,000 تومان در سال 92 است. به عبارت دیگر حقوق معلمان در این 6 سال عملاً حدود 10% افزایش داشته، نه بیشتر. معلم‌ها بیشتر رفاه می‌خوان، کارمندها، مردم بیشتر رفاه می‌خوان، نه افزایش حجم پول رو می‌خوان. رفاه کالاها ارزون بشه، کاهش تورم رو می‌خوان. اما معلمان و دانش آموزان این روزها با شیوع کرونا تجربه متفاوتی از آموزش دارند. کلاس‌ها سوت و کور شدند. دانش آموزان خانه نشین و آموزش مجازی شده. معلم‌ها 2 برابر وقتی رو که تدریس می‌کنن و شاید هم 3 برابر وقتی رو که در کلاس‌های حضوری بودن پشت صفحه مانیتور باید باشن. معلم خودش باید اینترنت بخره، دانش آموز هم باید اینترنت بخره با موبایل خودش. خیلی از دانش آموزا اصلا موبایل ندارن. معلمان البته علاوه بر رسیدگی به وضع حقوقشان و رفع مشکلات تدریس، خواسته های دیگری هم دارند. اختصاص بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش، برخورداری از بیمه فراگیر و آزادی معلمان زندانی از جمله آنهاست. شاید معلمان هم سوال های مشابهی دارند. البته در رابطه دولت با خودشان، این که دولت چقدر به فکرشان است و چه موقع جواب درخواست‌هایشان را می‌دهد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. و دو خبر کوتاه. شرکت هواپیمایی رایانر گفته به دلیل پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا تصمیم به کاهش نیروهایش گرفته. این شرکت ایرلندی که به داشتن پروازهای ارزان قیمت معروف است اعلام کرده نزدیک به 3000 خلبان و خدمه پرواز را اخراج می‌کند. رایانر همچنین گفته تا سقف 20% از حقوق سایر کارکنانش را هم کم خواهد کرد و به بعضی کارکنان دیگر مرخصی بدون حقوق داده می‌شود. این شرکت هواپیمایی از لغو تمامی پرواز سایش را دست کم 2 ماه آینده خبر داده. شرکت ماروتی سوزوکی از بزرگترین تولید کنندگان خودرو در هند گفته به علت شیوع ویروس کرونا در ماه گذشته حتی 1 خودرو هم در بازار این کشور به فروش نرسانده است. پیشتر تمامی کارخانه ها و دفاتر فروش ماروتی سوزوکی به دلیل وضع محدودیت های آمد و شد در هند بسته شده بودند. صنعت خودروسازی هند پیش از شیوع بیماری کووید 19 هم به دلیل کند شدن رشد اقتصادی و کاهش تقاضا رونق گذشته اش را نداشت. گروه راک مشهور کوین یک تک آهنگ برای خیریه منتشر کرده به افتخار خدمه پزشکی سراسر جهان. آهنگی شبیه به ترانه We Are The Champions یا ما قهرمان هستیم، با این تفاوت که تغییرات کوچکی در متن ترانه داده شده. فرای کول گزارش می‌دهد. ترانه‌ای شناخته شده در سراسر جهان و حالا با تغییری کوچک این ترانه معنی دیگری گرفته. تمرکز این ترانه بر تمام کسانیه که در سراسر جهان در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارن. کسانی که زندگی خودشون رو برای نجات ما و خانواده هامون به خطر انداختن. قرار است درآمد حاصل از فروش این ترانه به صندوق مبارزه با کووید 19 سازمان بهداشت جهانی داده شود. کوین و خواننده اصلیش آدام لمبرت هر کدام بخش‌های مربوط به خودشان را در قرنطینه ضبط کردند. موقعیتی بسیار متفاوت از استودیویی که در آن ترانه‌هایشان را ضبط می‌کردند. تغییر ترانه اقدام شجاعانه‌ایه که کوین انجام داده، چون اونها یه سمبولن. اما بروز چنین موقعیتی باعث این تغییر شد. ترانه اصلی در سال 1977 توسط فردی مرکوری نوشته شد و به موفقیت جهانی رسید.
آنها امیدوارند که بازسازی این ترانه به کادر پزشکی انگیزه بدهد تا به مبارزه با این بیماری همگیر ادامه بدهند. فریا کول، بی‌بی‌سی نیوز. دانشمندان بریتانیایی بیشترین میزان ریز پلاستیک ثبت شده در کف دریاها را شناسایی کردند. این آلودگی ها از نمونه های پیدا شد که از کف دریای مدیترانه گرفته شده بود. در پژوهشی که در دانشگاه منچستر انجام شد، نزدیک به 2 میلیون ریز پلاستیک در هر متر مربع از بستر دریا پیدا شده. گزارش ویکتوریا گیل رو ببینید. شبیه سازی کف اقیانوس عمیق. این آزمایش در یک محفظه بزرگ در هلند نشان می‌دهد که جریان‌های آب چطور رسوبات را در کف اقیانوس جابجا می‌کنند. میلیون‌ها ذره ریز پلاستیک در این رسوبات ادغام شدند. حالا دانشمندان میزان این آلودگی را اندازه گرفتند. همه ما نگران میزان پلاستیکی هستیم که در سطح اقیانوس‌ها وجود دارد. اما این تنها 1% از چیزیه که در اعماق پایین‌تر وجود داره. ما بیشترین میزان آلودگی در آب‌های جهان رو در اعماق دریاها پیدا کردیم. 1.9 میلیون قطعه پلاستیک ریز در هر متر مربع. مطالعاتی که 2 سال پیش توسط همین دانشمندان انجام شد نشان داد که چه مقدار پلاستیک در کف رودخانه های بریتانیا وجود دارد. این ذرات از طریق سیل به دریا می ریزد. در تحقیق اخیر بخش بزرگی از کف دریای مدیترانه را از عمق 1 کیلومتری بیرون آوردند. این به دانشمندان کمک کرد که بفهمند جریان های آب چطور زباله های پلاستیکی را جابجا می کنند. جریان‌های دریایی عمیق این ذرات را جمع‌آوری می‌کنند. در جاهایی که دانشمندان آنها را مراکز اصلی ریز پلاستیک می‌نامند، بیشتر ذراتی که پیدا کردند الیاف بسیار کوچک مربوط به صنایع نساجی و پوشاک هستند که به سادگی از فیلترهای مراکز تصفیه آب عبور کردند. این تحقیق به درک ما از 99% پلاستیک پنهانی که وجود داشت کمک کرد. اکوسیستم های آسیب پذیری در کف دریاها به اکسیژن و مواد غذایی وابسته هستند که توسط جریان های آبی به اونجا میرن. اما این جریان ها ریز پلاستیک ها رو هم به کف دریاها میبرن و این اکوسیستم ها رو آلوده میکنن. دانشمندان بریتانیایی در تحقیق دیگری که همین هفته منتشر شد اعلام کردند که آلودگی های پلاستیکی به سواحل برخی از دورترین جزایر جهان رسیده. بشر در سالهای اخیر شاهد تأثیر آلودگی های ناشی از ذرات پلاستیکی مصرفیش بر روی اقیانوس ها بوده. حالا این تحقیق تازه تأثیرات پنهان و طولانی مدت این آلودگی را هم برملا کرده. ویکتوریا گیل، بی بی سی نیوز. برسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که با ما هستید.